با بهترین و شادمانه ترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان. امید است که تا این لحظه از شب را به نیکی و خوشی سپری کرده باشید. برنامه خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا رو میگوشیم با دفتر شامگاهی صفحه 1. میخوانیم و میکاویم آخرین خبرها و نظرهای 24 ساعت گذشته رو از روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا. نخست مروری بر سرفصل اهم مطالب برگزیده امشب به روال معمول همه شبها. موجی از واکنش ها و شوک از رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله واکنش شخص خودش، ادامه سفر حسن روحانی در قاره سبز با انعقاد چندین قرارداد و پروژه های میلیاردی خاصه با حواشی دیدار با پاپ، لغو کشور به کشور تحریم های جمهوری اسلامی، این بار لغو تحریم ها از سوی کانادا، حواشی از سفر حسن روحانی با پوشاندن تندیس های هنری برهنه در موزه‌ای در روم، موجی از واکنش ها به گزارش مجلسیان حول فساد در فوتبال ایران، در عرصه اقتصادی بارقه ها در بازار بورس ایران و در عرصه هنری کماکان عملیات ایزایی علیه هنرمندان ایرانی از سوی نهادهای وابسته به رهبری ایران، این بار با اعلام عزای عمومی امام جمعه منصوب خامنه ای در شهر کاشان صرفاً به خاطر حضور فاطمه معتمد آریا بازیگر حامی جنبش سبز ایران در کاشان. اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه هفتم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما خواهد رسید. تا بازخوانی مشروع خبرها و نظرها با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهیم گشت. درودی دوباره خدمت یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا. دیدار حسن روحانی با پاپ، رهبر کاتولیکای جهان، خود با خوانش‌های مختلف روبرو گردید. نظر به رویارویی دو طیف کاملا متفاوت از ایدئولوژی‌های فکری و دینی جهان که در سوی رهبران فقهای شیعه در ایران خود را حق برتر در کره خاک می‌انگارند و در سوی دیگر پاپ به مثابه نماد حقانیت کثرت مدار در آیین مسیحیت مطرح است، برخی از روزنامه‌های داخل تهران حتی در عنوان و تیتر به طعنه زبان گشودند که قابل توجه بود و در واقع حکایتگر نقد و ناراحتی از حسن روحانی است که چرا در آن دیدار به پاپ گفته برایم دعا کنید. در صدر این روزنامه‌ها در واقع دو روزنامه قرار داشتند که بیشترین مواضع انتقادی را به کلیت گفتمان تحول‌خواهی و کابینه روحانی دارند. نخست روزنامه وطن امروز نزدیک به مردان محمود احمدی نژاد و دیگری هم روزنامه جوان وابسته به ارگان سپاه پاسداران بود، در حالی که روزنامه ایران ارگان دولت دیدار روحانی با پاپ رو با اهمیت تمام در صفحه نخست منتشر کرده بود و از آن به عنوان کانون اخبار جهان یاد کرد. روزنامه تحت امر سپاه پاسداران صرفاً با درج عکسی از این دیدار به این جمله روحانی بسنده کرد که خطاب به پاپ گفت برایم دعا کنید، که نو و نحوه نگرش و نگارش این روزنامه ها در نقد و نیش های مشابه گویی یا جوان کوشید به مخاطبان خود این گونه القا کند که تیم دولتیان خاصه کابینه روحانی، خاصه شخص حسن روحانی رو ببینید که حتی برای موفق شدن از اجانب و بیگانه و غیر مسلمان نیز کمک میخواهد، چرا که این شیوهی مشهور و مرسوم است میان رسانه‌های دست راستی و پیشتر نیز به هنگام مذاکرات هسته‌ای برخی از این دست روزنامه‌ها به ظریف شوریده بودند که اگر مثلا شما غربیان کمک نکنید و مذاکرات به نتیجه نرسد، در داخل ما قول و وعده‌هایی داده ایم و شکست گفتمان تحول خواهی رقم خواهد خورد، و پس بدین روی ظریف خواستار مساعدت از غربیان تقاضا کرد، که البته هیچگاه سند و مستند مشخصی در این مسیر وجود نداشت جز گمانه های روزنامه های جناحی و
جنجالی. ادامه میدهم. همان گونه که میبینید جوان به نقل از روحانی خطاب به پاپ نوشت که برایم دعا کن، که نوعی تضرع و تقاضا را به ذهن مخاطب نیز متبلور میکند، همچنین که وطن امروز تیتری مشابه برگزید. ادامه میدهم با سایر موضوعات و مطالب امشب. پس از ایتالیا، پاریس بر صدر سرمقاله های روزنامه های امروز تهران جای داشت، در حالی که روزنامه های نزدیک به طیف های اصلاحات و میان روها به تحلیل روابط روبرشت ایران با فرانسه پرداختند. روزنامه های عمدتاً طیف راست افراطی برای گسترش بدگمانی ها از ناکارآمدی های نظام های غربی خاص فرانسه صحنه هایی از بروز یک آشوب شهری در یکی از بزرگراه‌های پاریس رو که گویا اعتراض برخی از تاکسیران ها بوده برجسته کرده بودند، که عمدتاً کوشیدند اثبات کنند که حسن روحانی دست به دامن کمک از کسانی شده که مثلا در کشور خود بحران ها دارند. روزنامه شرق اما سرمقاله اصلی شماره امروز با عنوان تحرک تازه در روابط تهران پاریس به قلم محمد طاهری منتشر کرد و با اشاره به اینکه رئیس جمهور ایران در آخرین مرحله سفر اروپایی به دعوت رسمی فرانسه اولان رئیس جمهور فرانسه امروز چهارشنبه وارد پاریس شد، معتقد بود که این سفر نقطه عطفی در روند از سرگیری روابط دو جانبه کشور محسوب می شود. نویسنده با شرح وصف رئیس جمهور فرانسه معتقد بود که اولاند که از نسل جدید رهبران فرانسه است و به گرایش میانه و افکار میتران رهبر فقید حزب سوسیالیست تعلق دارد، نخستین رئیس یک کشور غربی بود که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهور ایران دیدار کرد. ستون‌نویس روزنامه شرق که از او به عنوان کارشناس روابط بین‌الملل زیاد شد، نتیجه گرفت دو کشور علاوه بر سابقه تاریخی غنی اشتراکات فرهنگی مانند تمدن دیرینه، استقلال خواهی در عرصه مناسبات بین المللی و حمایت از چند جانبه گرایی، منافع و دیدگاه‌های مشترکی داشتند که منجر به همکاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رایزنی‌های منطقه‌ای شده است. نویسنده این روزنامه نزدیک به تحول‌خواهان در ادامه اشاره کرد که بجز برهه وضع تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی به این سو که فرانسه به دلیل موقعیت خود در اتحادیه اروپایی نقش یک پیشگام را بازی می‌کرد، همواره به نظر این نویسنده به نفع جمهوری اسلامی وجود زیرساخت‌های مناسب، مزیت‌های اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه در کنار جایگاه فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت و موتور سیاسی اتحادیه اروپایی و ظرفیت‌های علمی، فناوری، فرهنگی و اقتصادی این کشور شکل‌گیری روابط پایدار راهبردی بین دو کشور را نیز اجتناب ناپذیر می‌کند. فرق میزنم با روزنامه دیگر. روزنامه ایران تمامی چهار سرمقاله شماره امروز رو به دیپلماسی خارجی و موفقیت‌های این عرصه از سیاست روحانی اختصاص داد، از جمله در ستون اول دفتر به قلم محمود گودرزی وزیر ورزش کابینه روحانی از آینده روشن دیپلماسی جوانان در فضای پسابرجام نوشت که عمدتاً روی کردی ستایش محور داشت. این مقام مسئول در کابینه با تمرکز و چگونه استفاده کردن از ظرفیت‌های آزاد شده پس از برجام معتقد بود که امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته و سازمانهای بین المللی با استفاده از جوانان به واسطه روحیه اصلاحگری و بشردوستی آنان در مسیر گسترش مناسبات دو جانبه و چند جانبه با محوریت برنامه‌هایی که مورد تایید و نقطه اشتراک دولت‌ها و ملت‌ها بوده و نهایتاً خیر عمومی رو حاصل می‌کند می‌پردازند. همچنین شاهد هستیم به ذکر مصداق اشاره کرد که در اغلب نشست‌های چند جانبه کشورهای توسعه یافته در کنار اجلاس‌های رسمی نشست‌های نیمه رسمی جوانان نیز تشکیل می‌شود. برای نمونه برگزاری اجلاس جوانان کشورهای گروه 8 یا اجلاس جوانان کشورهای گروه 20 در حاشیه اجلاس رؤسای جمهوری کشورهای گروه 8 و 20 صورت می‌گیرد. علاوه بر آنکه موجب تمرین عملی جوانان به عنوان آینده سازان کشورها برای ورود به مسئولیت‌های خطیر در کلاس بین‌المللی می‌گردد، هدف راهبردی ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان جوانان مؤثر در کشورها به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های بین‌المللی جامعه جهانی رو نیز شامل می‌شود. البته نویسنده اشاره نکرد که در ایران نیز از این مدل کلاس‌ها و مشارکت دادن جوان‌ها وجود دارد و کلاس‌های مداحی و اخیراً دانشکده مداحی که از دل آن آتش سوزی سفارت به در آمد.
سه سرمقاله اصلی دیگر روزنامه دولت همگی در تحلیل و توصیف سفر اروپایی روحانی بود، از جمله یادداشتی به عنوان پرده جدیدی از برد به قلم داوود محمدی، همینطور سفر روم، نخستین آزمون پسابرجام و بالاخره ستون نویسی با نام علیرضا رحیمی، کارشناس حقوق بین‌الملل، که در یادداشتی به عنوان دیپلماسی اقتصاد محور از منظر کامیابی‌های احتمالی اقتصادی به این سفر می‌نگریست. کماکان بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا با آخرین و تازه ترین گزیده های منابع خبری مختلف خاصه از روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. حواشی سفر روحانی در هنگام بازدید از یک موزه خود جای بحث و خبر و نظرهایی بیشمار شد که البته روزنامه های دوسوی طیف دولت و منتقدین بدون اشاره از آن عبور کردند. داستان از این قرار بود که این روحانی نظام فقها که اساساً آنان را با نمایه های ملی سرزمینی در کشورهای مختلف و حتی کشور خودشان نیز همچون موزه ها و تندیس ها میانه و مهری نیست، به موزه ای رفت و همونجا بود که نشست مطبوعاتی برگزار می شد و برای اینکه چشم این روحانی اعزامی به مهد روم آزرده نشود، از دیدن برجستگی های احتمالی سیمانی و فلزی مجسمه ها و تندیس های موجود در موزه، آنها را با جعبه و پارچه پنهان کردند و پوشاندند تا غباری از غم بر گوشه ای از عبای پشمین پوشان نظام فقها ننشیند. اما این موضوع مورد اعتراض برخی شهروندان ایتالیایی و روشنفکران آن جامعه واقع شد، چرا که بسیاری از کاربران اجتماعی نیز معتقد بودند که مگر غربیان که به تهران میآیند میتوانند در واقع ارزش‌های دموکراتیک همچون آزادی در پوشش و حجاب را آنگونه که خود دوست دارند رعایت کنند، که کشورهای غربی این میزان توجه و انعطاف به در واقع روحانیون اعزامی از سوی ایران نشان میدهند؟ آره، این چنین شد که حتی مجسمه های سنگی و فلزی موزه ها رو نیز پوشاندن به احترام مهمان مذهبی وارد شده بر دروازه روم. امید است که این میزان روایی و مدارا برای همه سطوح و در میانه همه لایه های حاکمان و مردم در عالم گیتی گستر گردد. ادامه میدهیم و ورق میزنیم با سایر مطالب برگزیده در روزنامه های امروز. واکنش ها به یک رد صلاحیت خاص و استثنایی بر صدر صفحه یک روزنامه های نزدیک به گفتمان تحول خواهی جای داشت. حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، که در سالیان اخیر شاید به علت همنشینی ها و همدوشی ها و نزدیکی با طیف های از اصلاح طلبان و تحول خواهان مورد غضب و خشم و کین فقیه حاکم در ایران یعنی علی خامنه ای قرار گرفته بود، بالاخره و نهایتاً و صریحاً و رسماً احراز صلاحیت نشد و در این گردونه رقابت فعلا هاشمی رفسنجانی تنها مانده است. ورق میزنم با خانش های روزنامه های امروز حول این موضوع که آن هم سر و صدای زیادی داشت و بسیار برجسته بود. از جمله روزنامه آفتاب یزد تمام نیم صفحه اصلی را به این موضوع اختصاص داد و با درجه تصویری از این روحانی میانسال و البته جوان و محبوب محافل اصلاح طلبان در پیامی به ملت ایران نوشت: خاک پای مردم ایرانم. و یا روزنامه آرمان، نزدیک به جمعی از مردان هاشمی، در واکنش سید حسن خمینی به عدم احراز صلاحیت با علامت شگفتی و یأس نوشت: فعلا همین. و به نقل از ایشان وعده داد در یکی دو روز آینده سخن خواهد گفت، البته با یک مصرع شعری عرفانی مفهومی بر تمکین خود به رأی فقهای شورای نگهبان نیز تأکیدی از منظر این جانب البته نهان و نرم داشت، چه بسا که بایستی تفسیر پذیر باشد، که گفته بود: هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نکته جالب توجه در این میان آنکه عمده روزنامه‌های دست راستی و نزدیک به نهاد رهبری ایران به طور صریح، شفاف و با صدای بلند رد صلاحیت حسن خمینی را منعکس نکردند و عمدتاً با کلامی اثباتی به تأیید صلاحیت‌ها و آمار تأیید صلاحیت‌ها اشاره کردند. از جمله کیهان شاید طعن‌آمیزترین تیتر ممکن و یا به زعم بنده البته مبهم و ایهامی‌ترین تیتر ممکن را برگزید و با اعلام اینکه نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان اعلام شد نوشت که شورای نگهبان حق و ناس را پاس داشت، که میتوان از دو منظر به موضوع نگریست. یکم آنکه خب تأکیدی است بر کلام و جمله‌ای از خامنه‌ای در انتخابات پیشین، که انتخابات رو در مرحله بررسی صلاحیت‌ها واجد ویژگی‌های دانست که رعایت و ملاحظه آن هم از سوی انتخاب کنندگان و هم از سوی انتخاب شوندگان و هم از سوی بررسی صلاحیت کنندگان در واقع مورد تأکید خامنه‌ای بود و آن را
معادل حق و ناس توصیف کرده بود، اما نکته دیگر آن که بارها هاشمی رفسنجانی نیز در مقابله با تندروها و لایه‌های خشن عرصه انتخاباتی به این کلام خامنه ای استناد اثباتی میکرد و میگفت که رهبری گفت حق و ناس، و حال که خودش تایید صلاحیت شده است احتمالا کیهان این گونه آراست که پس شورای نگهبان حق و ناس را پاس داشت، چرا هاشمی نیز تایید شد. علا ای حال کیهان با اشاره ضمنی و تلویحی در واقع حجم عظیم رد صلاحیت شدگان که از 801 نفر تنها 166 نفر تایید شده اند بی هیچ محابا نوشت اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها در حالی است که طی هفته های اخیر برخی جریانات داخلی با همراهی رسانه های خارجی حجمه سنگینی را علیه شورای نگهبان کلید زده اند و به صورت مداوم ادامه داده اند. کیهان ادامه داد که نگاهی به وضعیت نتایج به روشنی آکیست شورای نگهبان تحت تاثیر این جفسازی های داخلی و خارجی قرار نمی گیرد، که تعبیر دیگری این سخن همانا اینچنین است که هر کاری بخواهیم می کنیم و هیچ توجهی هم به افکار عمومی و یا نقد رسانه ها چه داخلی چه خارجی نخواهیم کرد و نخواهیم داشت. در ادامه بررسی مطالب منتخب امشب دمی و دقایقی از سپهر سیاست دور می شویم و سری به اجتماع میانی جامعه می زنیم که البته در آن سطح نیز خشونت ها و خصومت های تلخی گزارش می شود. همان گونه که محتملا از منابع مختلف خبری آگاه شده باشید، در هفته پیش کمتر از یک هفته در یکی از مدارس کرمانشاه دانش آموزی 13 ساله که از لحاظ درسی نیز از دانش آموزان ممتاز مدرسه بود، به هنگام حضور مادرش در مدرسه در دستشویی دبستان خود رو حلق آویز کرد و جان باخته بود. در این میان روزنامه شهروند در یادداشتی به واکاوی این نوع موضوعات و چرایی سقوط سن خشونت برخیش در جامعه ایران پرداخت. از جمله بر اساس این یادداشت نویسنده معتقد بود که آمار مرگ و میر و خودکشی در بین نوجوانان به دلیل ناآگاهی والدین بسیار بالاتر از حد مجاز است. به نظر این روزنامه نگار اما بالا رفتن این عدد در کشورهایی در حال توسعه مثل ایران و کشورهایی که محدودیت دغدغه اصلی خانواده برای بچه هاست، این فجایع روز به روز بزرگتر می شود، تا حدی که یک پسر بچه می تواند در چند دقیقه و زمانی که مادرش در مدرسه حضور داشت دست به چنین کاری بزند. او از دانش آموزان خوب مدرسه بود و هیچ مشکل درسی نداشت. در ادامه مقاله شهروند می‌خواندیم گناه این بچه این نیست که توانسته خودش رو دار بزند، بلکه مشکل اینجاست که با روش‌های غلط تربیتی و آگاه نکردن بچه‌ها از خیلی مسائل پیش رویشان برای آنها راه نزدیک شدن به خشونت باز می‌شود. و در پایان در وقت باقی مانده گویا وقت هست که من یک مقاله دیگری رو از روزنامه دیگر شاید آفتاب یزد بخونم که در باب حسن خمینی بوده. در پایان باز با یادداشتی از صحنه‌های پرستیز انتخابات خبرگان رهبری ایران، آفتاب یزد سرمقاله اصلی شماره امروز رو با عنوان سید حسن خمینی ذخیره باقی میماند به قلم علیرضا کریمی سردبیر منتشر کرد و در این یادداشت با اشاره به هجمه‌های همه‌جانبه تندروها علیه حسن خمینی در روزهای گذشته نتیجه گرفت که فضاسازی تندروها در مورد عدم احراز صلاحیت خمینی جوان بی حکمت نبود و آنچه که رسانه‌های راست موسوم به دلواپسان مکرر اعلام می‌کردند رد صلاحیت ایشان خیلی هم دور از ذهن نبود، که در واقع به نوعی می‌خواست اشاره کند که حتی در نتیجه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان نیز فشارها و دستوراتی از نهادهای مافیای قدرت در ایران تعیین تکلیف می‌کند بر اونها. نویسنده آفتاب یزد در تحلیل و واکاوی واکنش حسن خمینی با مفروض دانستن شکایت احتمالی حسن خمینی به رأی صادر شده شورای نگهبان نتیجه گرفت که اگر شکایت پذیرفته شود که ایشان به عنوان نفر اول تهران راهی مجلس خبرگان خواهد شد، و اگر هم شکایتش پذیرفته نشود سید حسن خمینی سکوت خواهد کرد. بسیاری دیگر از روزنامه‌ها نیز سکوت ایشان رو بیشتر محتمل دانستند. و با این تحلیل از آفتاب یزد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه‌ها از جمله آن سوی خبر، این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.